خب سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز با یک مبحثی در خدمتون هستم که به نظر خودم اومد هم جنبه های جالبی در شناخت روان و ذهن انسان رو داره هم به درد زندگی میخوره و میتونه بعضی سوالاتی رو که شما در زندگی باش مواجه میشین در واقع جوابگو باشه و هم در فکر کردم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و این مپس رو و چند مقاله و پژوهشی که مرتبط با اون هست رو خدمتون ارائه بدم اسمش هست سولومانز پارادوکس که در واقع میشه اسمش رو بذاریم تناقض سلیمان و در واقع اشاره ای داره به روایت انجیلی و روایت توراتی از حضرت سلیمان سلیمان نبی که به قول در واقع تورات از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل بوده و در قبل از اینه که بخوام این اسم رو انتخاب کنم اسم دیگه که برای این پس انتخاب کرده بودم این بود فکر کردم که یه مقدار اسم شاید یه جور تبلیغاتی باشه و به همین دلیل من نخوام که به سمتی بریم که بخوایم حالا مثلا یه مقدار اون عناوین به قول معروف گیشه رو در نظر میگیرن و مخاطب رو بخوان به نوعی تهیج بکنن که مطلب رو دنبال بکنن از این دوری کردم ولی شاید اسم این مپس رو میذاشتم این وقتی از کسی مشاوره میخوایی که خودش مشکل داره چون من اینو از خیلی آشنیدم میگه آخه مثلا فلان کس رفتیم ازش مشاوره بگیریم این خودش تو زندگی خودش و خصوصیش مشکل داره من مثلا راجع به فرزند پروری دارم از این سوال میکنم بعد بچه های خودش یا آدم های همچی یا داریم ازش مشاوره زناشویی میگیریم مشاوره برای ازدواج برای طلاق میگیریم بعد خودش مثلا پنج بار تا حالا ازدواج کرده سه بار طلاق داده اینا مشکلات شخصی داره خب اگه این اینجور آدمیه این چجور میتونه به من کمک کنه این اگه میتونست و مشاوره هاش و اون خردش و راهنماییاش به درد بخور بود با تو زندگی خودش هم به درد میخورد دیگه در صورتی که اینجوری نیست به قول اون زربون مثل میگه این اگر لالایی بلد بود چرا خودش خوابش نمیبره خب این سولومونز پارادوکس در اصل میخواد همین رو نفی بکنه و در واقع میخواد بگه که ذهن انسان روان انسان اونجوری که شما فکر میکنید ساده نیست و نمیتونی با یک سری نتیجه گیری های کلی و به ظاهر منطقی در مورد روان قضاوت کنی که خب اگر کسی یک کاری رو درست میتونه مشاوره بده باید برای خانواده خودش هم بده اگر قضاوتاش درسته اگر یک نوع خرد داره خب چجور تو زندگی شخصی خودش این خرد رو نداره و این رو من در این کتابی که چندی پیش خدمتون معرفی کردم یه بخشایش به این تعلق داره همین کتاب چتر که گفتم اون صدای درونی و ایتان کراس نویسنده او هست و در واقع ایتان کراس یک مقاله پژوهشی جالبی داره که اون هم زیاد بهش استناد شده و در واقع اسمش همین هست Exploring Solomon's Paradox بررسی کردن تناقض سلیمان حالا داستان چی هست داستانی که این شروع کرده اینجوری گفته در واقع این مقاله به نوعی میگه از سلیمان تا سلیمان حضرت سلیمان رو اشاره میکنه که سمبل خرد بوده و همه موجودات زنده می اومدن ازش مشاوره بگیرن در واقع به قدری خرد ایشان زیاد بوده که مدعی بودن هر سوالی رو میتونه خردمندانه راهنمایی بکنه مشاوره بده و پاسخ بده منتها بر اساس اون روایتی که تو تورات هست در انتهای زندگی خودش به تدریج که میره جلو در زندگی خودش دچار مشکلات جدی میشه تعداد زیادی همسر اختیار میکنه بنا به قولی مثلا 700 همسر و اینها رو از مصریان میگیره کسانی که با دین و باورهای بنی اسرائیل مشکل داشتن و آین قبل از او رو ترویج میکردن به خاطر توجه به بانوانش از در واقع دین الهی دور میفته و سرانجام پادشاهیش رو به افول میره و اون شکوه و جبروت خودش رو از دست میده این روایتی هست که در واقع در عهد عتیق و در تورات و کتاب های در واقع یهودیان وجود داره از سرنوشت حضرت سلیمان و در واقع این اصطلاح سلیمونز پارادوکس مطرح شده تو که خودت سمبل دادن مشاوره درستی چجور زندگی خودت خرابه و این رو میخوایم بررسی کنیم که این حکمتش چی است خب نویسندگان این مقاله ایتان کراس هست که گفتم کتاب چتر رو داره و دیگری ایگور گروسمن هست گروسمن از دانشگاه واترلوه و کارهای خیلی جالبی روی مسئله خرد کرده در این مقاله داره چه چیزی رو مطرح میکنه در واقع اساس صحبت اینه من میخوام از این شروع بکنم بعد یه مقدار توضیحاتی راجبه شکلگیری خرد و این پدیده خردورزی هم در ادامه خدمتتون کنم خلاصه مطلب اینه وقتی شما از منظر خودت از منظر اول شخص از نگاه خود به جهان نگاه میکنی قضاوتات خردت و تصمیم خیلی متفاوته و گاهی اوقات اصلا همبستگی نداره وقتی به عنوان یک ناظر بیطرف سوم شخص به جهان نگاه میکنی یعنی شما ممکنه در روابط فردی خودت روابط با همسر با فرزند با همکاران یک سری شاخص هایی رو بگیری یک قضاوت های رو ارائه بدی که اگر زندگی شما را مکتوب میکردند به صورت رمان، داستان یا کیس ریپورت معرفی بیمار و به شما ارائه میدادن شما راهکارهای کاملا متفاوتی به اون فرد مراجعه میدادی یعنی اون فردی که میاد پیش شما و مشورت میخواد راجع به ادامه زندگیش در مورد نمیدونم ارتباطش با اون شریک عاطفیش همسرش نامزدش یا چی هست شما اگر به عنوان یه ناظر سوم شخص نگاه کنید چیزای دیگه به ذهنت میرسه هنگامی که خودت رو در قالب اون فرد قرار بدی اسم مقاله هست Self Distancing Eliminates The Self Other Asymmetry In Wise Reasoning ببینید یه اصطلاحی توش به کار رفته Asymmetry In Wise Reasoning عدم تقارن در قضاوت های خردمندانه من خرد رو ترجمه وایز گذاشتم یعنی وقتی شما قضاوت یا استدلال خردمندانه میکنی یک عدم تقارن وجود داره وقتی راجع به خودت داری قضاوت میکنی استانداردهای شیوه قضاوتت کاملا متفاوت میشه در مورد دیگران و توی این مقاله البته گفتم از سلیمان تا سلیمان اشاره کرده گفته اون سلیمان پادشاه بنی اسرائیل تا سلیمان وچلر که در واقع یک قاضی بسیار مشهور تو آمریکا بوده که کارهای خیلی ارزشمندی در مورد حقوق زنان و درباره مجازات مردانی که همسرازاری داشتند و کمک به اعاده حق و حقوق همسران اونا انجام داده قوانین زیادی رو در قوه قضایی آمریکا پیش برده و چهره خیلی شاخصی بوده منتها اتفاق عجیبی که راجب این آدم میفته اینه که خودش وقتی درگیر یک رابطه عاطفی عشقی میشه کاملا خرد گریزانه عمل میکنه شروع میکنه تهدید کردن شروع میکنه پرونده سازی کردن حتی تهدید میکنه که اون در واقع معشوق یا اون کس مورد علاقهش رو که فرزندش رو میدزده خواهد کودک رو خواهد کرد برای اینکه او رو بتونه به نوعی تحت فشار قرار بده یا در کنار خودش نگه داره یعنی اونی قضاوت کاملا مختل تو آخر میخوای دختری مثلا فلان کس رو بدزدی کودک رو کنی که تهدیدش کنی مثلا رابطه‌تون رو کنی تغییر بده اینا. این اصلا یک مجرم خیلی حرفه هم شاید عقلش برسه که این کارا آره به جای نمیبره و جالب بود که زندگیشون نگاه کرده بودن بهش گفته بودن دابل لایف زندگی دوگانه پشت میز قاضی نشستی اینقدر منصفانه داری جهان رو میبینی اینقدر قشنگ قضاوت میکنی و زندگی خودت اینجوری خرابکاری کردی و حتی یک سال به زندان محکوم شد و بعد که اومد بیرون خاطراتش رو نوشت و این خودش یه موج ایجاد کرد که, که چجوری آدم میتونه واقعا خیلی خوب لالایی بلد باشه ولی خودش خوابش نبره حالا توی این مقاله اومده چه چیزی رو بررسی کرده که چگونه مثل اینکه پرسپکتیو یا منظر یا دیدگاه اول شخص با سوم شخص فرق میکنه پس یه چیزی که من از شما خواهش میکنم از این چند دقیقه کلیپ برداشت کنید که اینجوری نیست که خب من مثل عکس که میخوام بگیرم خب یه جور یه سلفی میتونم بگیرم یا دوربین اونور رو فعال کنم فرقی نداره نه وقتی داری سلفی میگیری وقتی داری از منظر خودت نگاه میکنی اصلا یه دفعه جهان یه جور دیده, دیده میشه ولی اگر از سوم شخص بخوای نگاهش کنی متفاوته خب بزنید یه ذره تعریف و یه ذره مقدمه راجع به خرد بگم چون الان خرد خیلی توی روان پزشکی و روانشناسی بالینی داره مورد توجه قرار میگیره و حتی این جمله هست که خیلی از مشکلات افراد مسئله بیماری های روان پزشکیشون نیست صفت های شخصیتی معیوبشون نیست اینه که خرد ندارند خردشون کمه و در واقع افراد خردمند توی بزنگاه های حساس زندگی تصمیم های بهتری میگیرند یه ترجمه ای که خیلی مستلح شده توی مقالات متعدد هست اینه A form of excellence in ethical and practical deliberation about the best course of action in a complex social situation نوعی کمال و توانایی در اندیشیدن اخلاقی و عملی در اتخاذ بهترین اقدام در شرایط پیچیده اجتماعی یا حتی میتونی اینو خلاصه ترش کنی میتونی بگی که اتخاذ بهترین اقدام در شرایط پیچیده اجتماعی میدونی شرایط اجتماعی پیچیده دو دو تا چهار تا نیست مثلا شما در نظر بگیرید یک مثال هایی هم که توی مقالات میزنن خیلی شبیه اینه یه شریکی هست خیلی با هم صمیمی هستین سالها با هم نون و نمک خوردین به هم کمک کردین بعد یه دفعه میزنه و ورشکست میشه پول شما رو بالا میکشه فرار میکنه حالا شما باش چجور برخورد میکنی؟ سری میری حکم جلبش رو میگیری میشینی باش صحبت میکنی میری آشنا میتراشی نمیدونم میگه خب پول برد برد نمیدونم چاقو برم داری میفته دنبال انتقام بگیری یعنی این شرایط پیچیده اجتماعی رو به عنوان کیس به عنوان مورد معرفی میکنن و میگن که ببینیم بهترین اقدامی که شما میتونی اتخاذ کنی چیه و بعد بر اساس مطالعات متعدد که از روانشناسان تجربی روان پزشکان تا فلاسفه توش نقش داشتن دیدن که وقتی همچین اتفاقایی که در اسلاید شماره هفت میبینید می‌افته، تصمیم های شما احتمالا نه قطعا احتمالا خردمندانه تر هست مثلا یک intellectual humility فروتنی ذهنی یعنی بپذیری که عقل کل نیستی بپذیری که همه چی رو نمیدونی آدم نادانسته هاش زیاده اینی که چی شد پول منو خورد این شد چی شد به من نارو زد یه عده میگن اونایی که در نقطه مقابل خرد هستند چیزی دارن به نام نایو ریالیزم نایو ریالیزم نایو یعنی چی؟ یعنی کودکانه ساده لوحانه و ریالیزم هم ریالیزم هم ریالیزمه یک واقع گرایی کودکانه با یه سری جملات کلیشه ای جهان رو میبینن خب آقا و هر کی خوبی میکنی میاد به آدم نارو میزنه مردم این جوانه دوز شدن دیگه این میشه نایو ریالیزم یا ذات مردم خرابه دیگه آقا پول دادی دست مردم پولت رفت این میشه نایو ریالیزم نقطه مقابلش این چهار تاست intellectual humility فروتنی ذهنی ممکنه دارم اشتباه میکنم من عقل کل نیستم من همه اطلاعات رو ندارم آدم ممکنه که یه جاهای ذهنش خطا بکنه یعنی همیشه یه درصدی بذاره که من دارم تصمیمام خطاکارانه است قضاوتام عجولانه است دو مصالحه و سازش یعنی همیشه دنبال این نیستم که صد درصد حق خودم رو بگیرم احساس کنم باید به حرف خودم برسم یه جاهای کوتاه میام یه جایی میپذیرم که خب آره اونم تفلکی پول منو خورده درسته که کار خیلی زشتی کرده ولی اونم گیره اونم گرفتاره پس منم باید تو ضرر شریک بشم درسته که تقصیر خودش بوده ولی ما یه عمر شریک بودیم پس منم شریک میشم مصالحه و سازش میکنه سه پذیرش عدم قطعیت و تغییر اینه که بپذیریم خیلی از چیزها قطعی نیست یعنی ما فکر نکنیم جهان همیشه اینجوری میمونه این روند ثابته پایداره تغییر ناپذیره جهان خیلی از چیزاش قابل پیش بینی نیست ما نمیدونیم شاید تو این اتفاق بعدا بشه حکمتی دید شاید بشه این زمینه اتفاقا یک کمک خیلی بهتر و آینده روشنتر بشه و در این حال فکر نکن جهان همیشه اینجوری میمونه یه اتفاقایی میفته که ممکنه همین یکی از حکمت ها ببینید حکمت و خرد با هم خیلی هم خانواده است مثلا میگه آقا سیب و میندازی هوا صد چرخ میخوره از کجا میدونی که این اصلا پول تو رو ورداشته به ضررت تموم شده شاید این در واقع زمینه بشه که بتونی کمک کنی یا اوضاع مملکت که همیشه اینجوری نمیمونه یه تغییری میشه شاید اصلا تونستی که با یک اقدام خیلی بهتر خیلی چند برابرش رو در بیاری شما میبینی خیلی از این چیزهایی که در واقع کمک میکنند افراد مثبت کنند کنن اون مثبت خام بی که آقا همیشه امید داشته باش همیشه خوب نگاه کن نه این اصول خرد هست که درسته اینی که بپذیری جهان ما خیلی چیزها قطعی نیست نمیدونیم دو دو تا چهار تا نیست زندگی و تغییر توش امکان داره و شماره چهار درک دیدگاه دیگران others perspectives broader context یعنی اینکه فکر کنی اون چرا این کارو کرده از نایو رالیزم رئالیسم کودکانه ریالیزم ساده لوحانه دنبال دوری کنی که خب آدم کلاشی بود دیگه آدم دروغگویی بود آدم چاخانی بود آدم نمیدونم نادرستی بود نخیر اونم شاید مجبور شده اونم به شما دروغ گفته این سناریوهاش خیلی سناریوی قشنگی میگه یه جایی تو شرایط هستن به همدیگه دروغ میگین واکنش چیه اونی که نایو ریالیزم نه دروغگو همیشه باید مجازات بشه دروغگو همیشه باید به سزای اعمالش برسه در صورت که یکی دیگه نگاه میکنه خب بس ببینم من از دیدگاه اون فکر کنم شاید اونم واقعا گیر کرده بوده اونم مستاصل بوده اون دروغی که گفته فکر نمیکرده این عوارض رو ایجاد بکنه یا اینکه بپذیریم که ما همه عوامل رو نمیدونیم نه این دروغ میخواسته بگه برای اینکه به من ضربه بزنه نه از کجا میدونی شاید اونم یه راز دیگه داره اینتلکتوال هیومیلیتی فروتنی ذهنی و دیدن این معلفه ها حالا این تعداد چارتاش معمولا تو خیلی از کتاب ها مطرحه ولی گاهی خیلی بیشتر از اینا هم میشه دیگه حالا من نمیخوام خرد رو اینجا بحث کنم ولی فقط خواستم یک بابی رو باز کنم امیدوارم در کلیپ های دیگه بیشتر بهش بپردازیم به خب خرد رو چجوری میسنجن این چهار مورد یا موارد دیگه خوب یه سری پرسش نامه داره یه سری سناریوهای فرضی داره که شما در این فرضی بهترین جوابی که میتونید بدید چیه یا فرض کنید کیس مطرح میکنند و میگن شما اگر جای قهرمان داستان بودی چه کار میکردی چند تا یافته جالب داریم مثلا خرد در سنجش های مختلف با هوش و اون پنج صفت سرشتی اون بیگ فایف نوروتیسیز، برونگرایی، اوپننس، کانشینسنس با اینها هیچ کدوم ارتباط عمیقی نداره پس آدم های خردمند اصولا باهوشتر نیستند این نیست که اینا آیکیوشون بالاتره یا اینی که مثلا صفت های برونگرایی بیشتری دارند صفت های مسئولیت پذیری بیشتری دارند نه یک ویژگی مستقل از این هاست. به نظر می رسد خرد به طور مستقل میزان شادکامی و هماهنگی درونی رو پیش بینی میکنه اونایی که میگن ما همش دنبال احساس شادکامی هستیم خوشبختی هستیم و بعد دنبال اینه که مثلا اعتماد به نفسشون رو ببرن بالا استرابشون کم کنن یا نمیدونم تو روابط بین فردی خجالتی نباشن دیدن اینا خب کمک میکنه ولی اون چیزی که خیلی پیش بینی میکنه در دراز مدت چقدر تو زندگی خوشبختی اینه که آدم واقعا خردمندی هستی دیگه بند دو تا چندی پیش خرد رو امری درونی و مستقل از جمع و محیط میدیدند این تحول قشنگیه یعنی مطالعات اینجوری فکر میکرد که همونطور که ما مثلا یک چیزی داریم به نام آی که شما میری تست میدی اندازه گیری میشه یه چیزی داری به نام برونگرایی یه چیزی هم داری به نام خرد و این درون شماست تو ذات شماست یه انسان یا خردمنده یا نیست یا درجاتی از خردمندی داره ولی اومدن ما دیدن نه خردمندی مثل که امری درونی نیست حالا راجع به این بیشتر توضیح خواهم داد یک امر محیطی است محیطی موقعیتی است یعنی ما اینجور نداریم که انسان خردمند انسان ناخردمند این اشاره به اون خردمند به معنی ساپینس نیستا به معنی ویزدم هست هومو رو نمیخوام بگم اون انسان خردمند دارم انسان ویزدم رو میگم اون خردی که در پیر فرزانه شما میبینی اون خردی که در یک فیلسوف ممکنه ببینی در یک مسلح اجتماعی ببینی منظور من اونه چیز جالبی که متوجه شدن اینه که خرد به شدت موقعیتی زمانی مکانی محیطی است یعنی این نیست و آدمای خردمند حالا خواهم گفت که اسمش خردمندشونه اشتباهی میکنند خردگریزانه که اصلا شما شاخ در میارید ارزیابی نیست مقطعی و متکی بر پرسشنامه های منفک از محیط بود یعنی می اومدن همین پرسشنامه میدادن ببینن جوابای طرف چیه یا یه سری سوالات کلی مطرح میکردن بعد دیدن نه مثل که به این راحتی نیست انسان ها تو جاهای مختلف میتونن خردهای مختلف یا نابخردیهای مختلف از خودشون نشون بدن یعنی شما ممکنه یه جا حس کنی که عجب قشنگ صحبت کرد عجب قشنگ قضاوت کرد و بعد همون آدم توی یه محیط دیگه وقتی یه جور دیگه سوال رو مطرح میکنی آنچنان با تعصب کور کودکانه ساده آسیبخیز آسیب خیز قضاوت میکنه که شما شاخ در میاری. اینا رو چی جور متوجه شدن و اساس این پژوهش ایتن کراس و ایگور گروسمان چی بود؟ خب یه روشی هست Event Reconstruction Method Event Reconstruction Method روش بازسازی واقعه روش بازسازی واقعه چیه؟ یه واقعه رو میان تعریف میکنند مثلا همون مثالی که زدم دوستی پول شما رو خورده یه کسی به شما نارو زده یه کسی به دروغ گفته توی روابط زناشویی مثلا میگه یک اختلافاتی پیدا شده خب بعد میان به شیوه های مختلف این گزارش رو مطرح میکنن مثلا یه جا به طرف میگن که خیلی خب فکر کن برای شما این اتفاق افتاده حالا تصمیمت چیه؟ فکر کن برای شخص X Y این اتفاق افتاده تصمیمت چیه؟ میشه دیدن مشکل از منظر سوم شخصی این میگن خودت رو میذاری تو منظر سوم شخص یعنی که نمیگن این برای تو پیش اومده میگن یا آقای مراجعه کرده این آقای ایکس با خانوم ایگرگ این مشکل رو داره و دارن این کارو میکنن تو به نظر تقصیر کار کیه به نظر کی باید چی کار میکرد به نظرت باید چه جوری میشد یه کارهای دیگه میکنن مثلا تو یه حالت هست که به شدت در قالب قهرمان فرو میری ایمرشن قوطه ورسازی اتفاق میافته. یعنی خیلی اون طرف رو لمس میکنی اتفاقا امپاتی میکنی همدلی باش میکنی میری تو کفشاش. و یه حالت دیگه هست که نه ممکنه حتی زمایر رو هم سوم شخص میکنن جالبه شما شخصی هم میتونی سوم شخص بشی یعنی بعضیا از خودشون سوم شخص خطاب میکنن این نقطه جالبیه مثلا ممکنه بگن که خب این کارو کردی آذرخش اینجا باید این تصمیم رو میگرفتی آذرخش اون روز رفتی اونجا این حرفو باید میزدی یعنی نمیگن من باید این حرفو میزدم اسم خودشونو سوم شخص میکنن حتی اینا رو توی این ایونت ریکانستراکشن متد دیدن و یا اینکه مثلا دیدن به صورت کلی و انتزاعی فرض کنید کلا اگر این اتفاق توی یه رابطه بیفته نظر شما چیه چیزهای جالبی به دست اومده مثلا اسلاید شماره ده این از کارهای همون ایثان کراس و ایگور گراسمان شما ستون عمودی همون مقدار قضاوت خردمندانه رو میبینید چه جوری وقتی اومدن گفتن خب نسبت به این کیس شما یه چند پاراگراف قضاوت بنویس یا این سوالا رو جواب بده بعد داور مستقلی که به پژوهش وقوف نداشته و اصطلاحا نابینا بوده اومده قضاوت کرده که کدام یکی از اینها اون عناصر چهارگانه که من راجع به خرد گفتن توش هست مثلا این طرف اعتراف کرده که خب آقا نمیشه که ما همه چی رو نمیدونیم که نباید زود قضاوت کنیم یا آخه تو اون یکی هم نگاه کن اونم لابد یه دلیلی داشته این کارو کرده وقتی این جملات رو بیشتر میگن یا اصلا کنند. چیزهای جالبی به دست آورده مثلا در حالتی که کیس به عنوان سلف مطرح میشه یعنی فکر کن شما دوچاره این اشکال شدی جوابهایی که افراد میدن ببینید واضحا در مقایسه با حالتی که کیس رو به عنوان نفر دیگه آدر مطرح کنند کمتر خردمندان است هرچی پایین تر باشه خردمندانگیش کمتر هر چقدر بالاتر باشه خردمندانگیش بیشتره پس وقتی یه مشکلی رو داری برای یکی دیگه نگاه میکنی خردمندانه تر قضاوت میکنی تا وقتی داری برای خودت نگاه میکنی وقتی خودت نگاه میکنی از نائیو رئالیسم بیشتر استفاده میکنی آدم کلکیه دیگه برای همین چرا این آدم کلکی آدم منفعت طلبی آدم سودجویی ولی وقتی برای یکی دیگه داری قضاوت میکنی میبینی اون چهارگانه رو شما مطرح کردی پس قضاوت سلف در مقابل با آدر خیشتن در مقابل با دیگری وقتی راجی راجی به دیگری از سوم شخص نگاه میکنی خردمندانه تر جواب هست می میبینی بالاتر بوده نمرات میانگین خردشون باز حالت دیگه هست که در دو رنگ متفاوت نشون داده شده immersed distance ایمنز، ایمرس یعنی اینکه قوتور شدی در شخصیت اون طرف قبلش بهت گفتن خیلی خوب تو این قالب فرو برو خیلی قشنگ اون حالت داشته باش در صورتی که تو حالت دیستنس اون حالت اینه که خودت رو سوم شخص خطاب کن حالا کلی بگو نمیخواد حالا دقیق مورد رو باز میبینی که وقتی دور کردی خودت رو قضاوت ها در همون حالت در مقایسه با حالت دیگه خردمندانه تر بوده پس پیامی که ما میتونیم بدیم اینه داستان سلیمان اینه که آره وقتی سوم شخص نگاه میکردی و به مشکلات دیگران نگاه میکردی و خودتو اتفاقا تو جای کفش اونا نمیذاشتی میتونستی منصفانه تر و عادلانه تر و در این حال خردمندانه تر راهنماییشون کنی تا اینی که اگه بگی من خودتو بزن. پس یه معنی دیگه هم میتونه این باشه حالا اینا رو میگم اینا رو با احتیاط عمل کنید نه اینکه فورا بری عمل کنید اگه از یکی مشورت میخواد، این جمله رو نگین که آقا اگه شما جای من بودی چه کار میکردی چون میدونی جای من بودی یعنی داری اتفاقا میکشش به جایی که قضاوتش خردگریزانه بشه میگه من جای تو بودم من میزدم عضو خان پدر شدم میوردم من اصلا چیز نمیکردم من اصلا رحم نمیکردم بعد اتفاقا میگی نه خودتو جای من نذار شما فکر کنی آقای هست یه این بلا براش اومده تو اگر از دور به این آدم نگاه کنی چه قضاحت میکنه حتی یه سری خورده پژوهش های جالب هست حالا این پژوهش ها نیاز به تکرار داره شیرینن جذابن ولی چون تکرار نشدن آدم بهشون استناد نمیکنه که حتی هرچی شما از دورتر تجسم کنی اون آدمو یعنی مثلا فکر کن همکار نزدیکی دیم بالا اومده سرش فکر کن مثلا تو دو متری شما نشسته و این حرف رو زده یا اینکه فکر کن آره تو روزنامه یه چی خوندی یا فکر کن از راه دور داری این صحنه رو میبینی مثل این که حتی فیزیکی تجسم دور بودن قضاوت شما رو خردمندانه تر میکنه هرچی خود درگیر اون تو میشی بدتر میشی باز این شاخص های چارگانه خرد یادتون هست که همون فروتنی در واقع ذهنی عدم قطعیت و تغییر دیدگاه دیگران و نوعی مصالحه و سازش باز ببینید وقتی که مورد یا کیس برای خودت مطرح شده نمرات کمتر بوده تا زمانی که گفتن این اتفاق فکر برای دوستت افتاده یعنی هرچی مثل این که از اون جهان شما دور میشه از, از اون منظومه شمسی شما خارج میشه شما میتونی منصفانه تر و غیر جهتگیرانه قضاوت کنی و باز توی پژوهش جالبی این رو در آوردن که این قضیه ربطی به سن نداره یعنی خرد بیش از اونی که ربطی به سن داشته باشه ربط به این داره که چقدر میتونی خودت رو از اون قالب اون فرد دراری و غیر شخصی ببینیش اینجا اومده گروه 60 ساله تا 80 ساله رو مقایسه کرده با 20 ساله تا 40 ساله پس این یه یافته جالبه خیلی از مطالعات خرد همین رو تایید میکنند که مقوله خرد ربطی به سن ندارد برخلاف تصور یعنی میدونه همه فکر کنین که هرچی آدم سنش میره بالا خردش بیشتر میشه نه خب ممکنه نایو ریالیزمش هم میره بالا یعنی خیلی از موقع است یه آدم 20 ساله قضاوتاش منصفانه تره تا یه آدمی که یه سری کلیشه و تحواره تو ذهنش شکل گرفته و, و در واقع منجمدم شده برای همین اصلا فکر نکنید که این لزوما تجمعیه و هرکی به غیر قابل اجتنابه یعنی هر کی سنش رفت بالا تصمیماش خراب گرایانه تر میشه و باز جالبه که ببینید همون تفاوت بین خیشتن و دیگری و حسابی در اون قالب فرو رفتن ایمرس شدن در حالتی که خود را از اون قالب دور کردن باز میبینی هیچ تفاوتی بین 60 تا 80 ساله ها و 20 تا 40 ساله ها نداره یعنی در واقع آنچه که خرد شما را می افزاید سن و تجربتون نیست شاید آنچه خرد شما را می افزاید منظر سوم شخص انتظایی است یعنی بتونی از کنار به قضیه نگاه کنی شخصیش نکنی خب بازم پژوهش های دیگه هست حیف هم اومد حالا تو این چند دقیقی که براتون این مطلب رو ارائه میدم به اونها اشاره نکنم Wise reasoning benefits from emo diversity, irrespective of emotional intensity. باز ایگور گروسمان این مقاله رو داره خب در همون نگاه خردمند خردگوریز ممکن بود شما یه لغتی این تو به کار بود اولا این لغت رو نگاه کنید توی تیتر مقاله هست ایمو دیورسیتی, ایمو دیورسیتی. این لغت تازه ساز من در آوردی دیورسیتی میدونید یعنی چی یعنی تنوع مثلا مثل بایو دیورسیتی تنوع زیستی این داره از لغتی استفاده میکنه به نام ایمو دیورسیتی یعنی تنوع هیجانی تنوع هیجانی خب به اون برگردیم ممکن بود بعضیا بگن ببین خرد اینجوریه که اگر شما به هیجانت مسلط باشی قضاوتات خردمندانه تره شما اینو خیلی شنیدیم خب ببین آروم باش احساسی نظر نده تصمیمات رو احساسی نکن شما احساسی من رو راهنمایی نکن شما یه جور آروم باش عصبانیتت بخوابه خشمت بخوابه اون موقع بگو من چیکار کنم و خیلی هم میگفتن خب این سوم شخص اول شخص لابد مال اینه دیگه وقتی خودت مثلا یکی پول شما رو بخوره خب عصبانی میشی ولی اگه یکی پول سوم شخص رو بخوره خب شما عصبانی نمیشی به هم دلیل چون ایموشنال نمیشی چون هیجانی نمیشی قضاوتات خردمندانه تره یعنی این میتونست یه تفسیر خیلی ساده باشه دیگه یعنی شما به این دلیل وقتی خودتو از واقع دور میکنی قضاوتات خیلی منطقی تر میشه خردمندانه تر میشه برای اینکه هیجانی نمی‌شی، عصبانی نمیشی نمیترسی استراب نداری ولی اگر مثلا یکی به شما درو گفته شما خشم میگیری کینه میگیری احساس نفرت میکنی بعد دیگه رو, تصمیمات اثر میذاره خب این مطالعه این مقاله و یک مجموعه از مقالاتی که کنار این هست فقط این یکی نیست من این رو به عنوان نمونه براتون انتخاب کرد. میگه نه اینجوری نیست یعنی فکر نکن که اگر شما اولا خودتو آروم کنی دیدی میگه که نه ببین من آرومم من عصبانی نیستم من الان عصبانی هم نه من عصبانی نیستم من آرومم پس قضاوت ها هم درسته نه هیچ ربطی نداره و اتفاقا گاهی اوقات شما ممکن در اوج عصبانیت هم قضاوت ها درست باشه یعنی اون قدری یا اون هیجانی شدن خرد رو خراب نمیکنه پس داستان اینی که من خردمندان عمل بکنم مال این نیست که آقا هیجانم داره میچربه به تفکرم اینجوری نیست اتفاقا یک جریان خیلی قوی درست شده که صحبتش بر اینه که چرا اینقدر ما با تصمیم هیجانی دشمنیم خب این هیجانم بخش زیادی از مغز ماست دیگه خب هیجانت داره بهت میگه که این آدم آدم قابل اعتمادی نیست میبینمش احساس بدی پیدا میکنم خب پس به هیجانت اعتماد کن دیگه چرا اینقدر همش فکر میکنی که عقلت درست میگه به همین دلیل دیدن خردگرایی ربط زیادی به این نداره که طرف مسلطه به خودش عصبانی نمیشه و اینا پس چه چیزیه؟ یه عنصر دیگر رو دارن کشف میکنند به نام تنوع هیجانی تنوع هیجانی یعنی اینی که اون تو که ازت میپرسن الان چه تعداد زیادی هیجان باشه یا بذارین دقیق تر بهتون بگم تعداد زیادی هیجان باشه و توضیح اینها هم منصفانه باشه این میشه تنوع هیجانی یا اصطلاح من درآوردی ایمو دیورسیتی ایمو دیورسیتی در خیلی از دیکشنری ها نیست توی همین اسپل چکر وردم بزنید غلط میگیره ولی خب تازه داره جا میفته یعنی چی یعنی ببین شما میگی ببین من الان عصبانی هم نمیتونم تصمیم بگیرم شاید این نیست که مانع این میشه شما نتونی تصمیم بگیری داستان اینه که فقط یه هیجان اون تو داری و این در واقع تنوع هیجانیت کمه یه برهوته، فقط عصبانیت دوشه. اومدن یه مقایسه های کردن تا مقایسه در ابتدای دوره خودشه دیدن انسان هایی که اصولا پاسخ های خردمندانه تر میدن، وقتی هیجانات درونشون رو تو اون لحظه شما میگی تنوع زیستیش بیشتره یعنی میگه که خب شما اینی که به دروغ گفت چه حسی پیدا کردی اونی که میگه خیلی عصبانی شدم اون میشه خب ایموشنالیتی ولی در اون نیست که دیکته میکنه ایمو یعنی اینه که ببین عصبانی شدم بعد افسوس خوردم بعد دلم شکست بعد ترسیدم ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم بعد استراب پیدا کردم و خیلی غمگین شدم و در این حال احساس شادی پیدا کردم که حرف من درست بود یعنی شما میگی با یه دروغ ساده که بهت گفتن شما 6 تا احساس اومد بالا میگه آره این میشه ایمو دیورستی. در صورتی که اونی که معمولا یه دونه دو تا احساس میاد پایین یعنی برهوت کم احساسه اون هیجان کار رو خراب میکنه خب پژوهشی که اینو انجام دادن اینه دیدن اون چیزی که بیشتر خرد رو خراب میکنه نه تسلط هیجانی یا هیجانی شدن چرا همچین هیجانی شدی اینه که ایمو دیورسیتی ندارند اون کار رو خراب میکنه بعضیا اینقدر اون هیجاناتشون پر رنگ و لعاب و متنوع این تنوعش خیلی مهمه تنوع و تعادل درست شد یعنی اینکه من هم عصبانی شدم هم غمگین شدم هم که هیجان زده شدم هم شگفت زده شدم از این حرفش همینی که اصلا مثلا یه جورایی غم زده شدم که چرا دوست من باید مثلا به این سنوش مبتلا شه پس یعنی ایمو دیورسیتی ایمو دیورسیتی رو گفتم بر اساس بایو میگن و شما هم نگاه میکنید این اصطلاح از کجا اومده بود دیده بودن اکوسیستم ها محیط های زیستی که تنوع زیستی توش زیاده نسبت به بحران ها مقاوم تره یعنی محیطی که فقط انواع ماهی و نمیدونم گیاه و پرنده و اینا توش هست به این راحتی ریشکن نمیشه مختل نمیشه اگر جمعیت یکی از مایاش کم شد اون یکی مایا سری میاد جاشو میگیره اگه این نوع جلبک این نوع مرجان داره کم میشه اون یکی زیاد میشه و نمیذاره این اکوسیستم کلپس کنه در صورت که توی مثلا یه اکوسیستمی که مثلا شما میبینی یه پرنده هست یه دونه سوسمار هست نمیدونم دو تا مثلا فرض کن خزنده دیگه هست اون اکوسیستم یه ذره مثلا میبینی شوری آب میره بالا دما کم میشه چی میشه کاملا منقرض میشن ایوانات. این اینم در واقع اینجوری الهام گرفته بود که انسان که این مودیورسیتی بالا دارند مقاله گویدباخ 2014 این لغت رو مصطلح کرد این، بیشتر این شما نگاه کن یک تصویری اگه بخوای بسازی یعنی هیجانات متنوعتری رو در آن واحد میتونن تجربه کنند تا اونایی که فقط یک تک هیجان یا یکی دو تا هیجان میتونن تجربه کنند پس پیام دیگه این بود که خردمندی مال این نیست که شما هیجانی نمیشی مال اینه که تنوع هیجانی داری و هیجانی شدن به خودی خود چیزی رو ثابت یا رد نمیکنه اگر هیجانی شدنت غیر ایمودیورس باشه آره تصمیمات مختل میشه و اینی هم که من رو ساپرس کنم مهار کنم کور کنم آقا اصلا هیچی چهرهش تغییر نکرد این لزوما معنیش نیست قضاوت خردمندانه میتونه بکنه پس یه هیجان متنوع داشتن خوبه حالا همینجا باز یک مپس دیگر رو براتون بگم که امیدوارم تو فرصت های بعدی به شبش اشاره کنم به یکیش قبلا اشاره کردم که هیجان های مفید معمولا چریختی یعنی هر که با خرد مرتبطند اولا دانه دارند گرانولاریتی من گرانولاریتی رو چند جا قبلا صحبت کردم اصطلاحی بود که لیزا فلدمان بارت به کار برده بود و در کتاب How Hayagen Emotions Are Made که هیجان ها چگونه ساخته میشوند بهش اشاره کرده بود میگه بعضی انسان ها هاشون دانه داره یعنی خیلی واضح میتونن بگن چه احساسایی دارن و احساساشون رو بشمورن و احساسا ملموسن در صورت که یه حس مبهم دارن ماسیده اون تو نمیدونه غمگینه ترسیده بی تفاوت فقط حس بد داره یعنی به صورت یه ماده خام ناهمگون است من در اون لایو اینستاگرامی که در خدمت خانه هنرمندان بودم اینو به صورت مبسوط اشاره کردم که یکی از کمک های هنر افزایش گرانولارتی یا دانداری هیجانه یعنی شما مثل که هیجاناتت خیلی کنتراستشون بالاست قشنگ میتونی اونا رو حس کنی در صورت که یه سری آدم هستن که فقط میگه حالم بده دیگه بعد میگیم خب حالت بده یعنی چی بیقراری دلشوره داری استراب داری خشم داری نگرانی کلافه می نمیدونم دیگه بده دیگه بده یعنی دانه نداره دومین ویژگی خوب هیجانی ایموشنال کوواریشن یا دیالکتیسیسم هست دیالکتیسیسم همگامی هیجانی این چیه که این هم با خرد ارتباط داره ببین شما از کودکی یاد گرفتی که آدم یا شاده یا غمگینه دیگه یا خوشحال یا ناراحته اینا معتقدی دو دو سویه قطبند برای خیلی از آدمام اینجوریان مثل الله کلنگن اون که میره بالا اون یکی میاد پایین ولی اومدن دیدن نه همه انسان ها اینجوری نیستن همه انسان ها اینجوری نیستن بعضی ها میتونن هم شاد باشن هم غمگین باشن بعضی ها میتونه هم نگران باشه هم خیلی سرخوش باشه بعضیا میتونه هم استراب داشته باشه هم هیجان مثبت داشته باشه شما ممکنه بگی که آخه نمیشه دیگه یا بده یا خوبه بد و خوب نقطه مقابل همند اینایی که بد و خوبشون نقطه مقابل همند معمولا معلفه های خوب هیجانی تو اونا نیست معلفه های خوب هیجانی اونایی که میگن ارتوگونالند یا حتی بعضی مواقع میگن صفره هیچ ارتباطی با هم نداره یعنی اگه عمود به هم باشه اصطلاحا ارتوگونال باشه یعنی من میتونم این مقدار خوشحال باشم میتونم ان پریم مقدار غمگین باشم و این دو هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه میدونم یه ذره ثقيله ولی آدم هایی که پیچیدگی هیجانی دارن اینجوریان یعنی میگه که ببین الان تو خوشحال یا غمگین میگه خیلی خوشحالم غمگینم یعنی میشه یا نمیشه که یعنی چرا مخلوط اینا رو میشه درست کرد و زمانی که میگن وریشن همبستگیه این دو به صفر میرسه یعنی میتونن کاملا مستقل از هم حرکت بکنن این پدیده افراد رو به سمت یک شاید خردمندی بیشتر میبره و شما میبینی که مثلا میگه که از امروز خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق پیش اومد واقعا هیجان زده هستم و در این حال مثلا غمگینم احساس سرخوردگی میکنم احساس قبر میکنم احساس گناه و سرزنش میکنم بعد ممکنه با اینکه قاطی داره با این همه چیش با هم قاطی شده به قول این تعمیرکاری ها آب و روغنش قاطی شده نه اینجوری نیست اتفاقا دیالکتیسیزمی که این مطرح میکنن اینه و اینی که هر چقدر هیجان مثبت و منفی به سمت عمود بودن در مقابل طی یک تیف بودن حرکت کنن مثل اینکه که صفت بهتریه و سومین حالت همون ایمو دیورسیتی تنوع هیجانی که الان صحبت کرد. خب پس حالا جالبه که دیدن وقتی شما میای خودت رو از منظر سوم شخص انتظایی نگاه میکنی نگاه سوم شخص انتظایی یا decentralized دی view دیگه از پرسپکتیو خودت نمیبینی پرسپکتیو سوم شخص میبینی یا خودت رو از خودت دور میشی سلف distancing از خود فاصله گرفتن انجام میدی حتی ایمو دیورسیتی هم میره بالا و اون افزایش ایمو دیورسیتی هست که با خرد شما هم بستگی داره نه تسلط هیجانی یعنی وقتی شما سوم شخص نگاه میکنی مال این نیست که من عصبانی نشدم پس قضاوت ها منصفانه تر بود مال اینکه که حسای دیگه میاد بالا میگه آره خب ببین من حس میکنم این یارو درست ناراحت شده ولی احتمالا سورپرایز هم شده هیجانم شده و تازه فکر میکنم که خب باید لابد مثلا احساس حسادت هم کرده احساس در این حال سرزنش خودم کرده دیگه چرا من قفلت کردم و این اشتباه رو مرتکب شدم پس هیجاناتش متنوعتر میاد بالا و میتونه دقیق تر یک راهنمایی خردمندانه بکنه خب باز ادامه من مقاله دیگری باز از ایگور گروسمان خدمتون بگم Wisdom is a social, ecological rather than person-centered phenomenon این همون بحثی که چند دقیقه پیش داشتم خرد بیشتر پدیده ای زمانی مکانی و موقعیتی است تا ذاتی اینو به عنوان یه جمله خواهش میکنم پیش خودتون تکرار کنید خرد زمانی مکانی موقعیتیه ذاتی نیست اینجوری نیست ما آدم خردمند داریم آدم خرد ستیز داریم حالا خرد ببینید اینجا گفتم خرد ستیز لغت بدی بود عذر میخوام اینو پاکش کنید آندوش کنید دلیتش کنید به قول کامپیوتریا نابخرد بگیم خرد ستیز بیشتر به نظر میاد من ترجمه یه آدمی است که منطقی نیست مثلا منطق رو قبول نمیکنه درگیر خرافاته ولی اینجا اون خرد منظور من ویزدم هست پس نابخرده میگن آدم نادانیه آدم توهی مغزیه در مقابل فرزانه است که خرد ورزانه مشاوره میده راهنمایی می حالا میگن زمانی مکانی موقعیتی یعنی چی یعنی اینکه دیدن در زمانهای مختلف انسان ها میتونن کارهای خیلی خردمندانه توضیحات خردمندانه بکنن و بعد یه جاهای دیگه کارهای واقعا احمقانه ازشون سر بزنه و اینجوری نیست که و حتی اومدن وقتی بیوگرافی افراد رو مرور کردن میگن توی که اینقدر خردمندانه مندانه چیز این چه اشتباهی بود کردی چرا این کارو کردی میگه شد اون لحظه من فکر کردم قضاوتم این بود که اشکالی نداره خراب یا در مکانهای مختلف پس چه عواملی با بروز خرد مرتبطن سن گفتیم نه سن نیست به نظر میاد خیلی پدیده به سن مرتبط نیست تجمع تجربه های اختصاصی آره ولی اگر اون تجمع تجربه باشه فقط تو همون حوزه است پس اگر شما سی ساله توی مثلا بانک کار کردی و متوجه شدی که آره مثلا همچین معامله ضرره نمیدونم این واما درد سره نمیدونم این نمیدونم وام گرفتن آخرش برات مشکل میشه این کارو نکن اینجوری پول نگیر پول تو اینجا نزار این دیگه نمیتونه راجب زناشویی قضاوت بکنه یعنی خرد اختصاصی رشد میکنه این نمیتونه راجب این که من برم با این ازدواج کنم یا با اون ازدواج کنم نظر بده عامل جالب دیگه ناملایمات زندگی اونایی که سختی متوسط کشیدن تصمیماشون خردمندانه تره. اگه سختی خیلی زیاد بشه نابخردانه میشه از اونورم اونایی که در رفاه کاملا تصمیماشون نابخردانه است. یعنی به نظر میاد ما یک یوه برعکس داریم و یک نقطه بهینه خردورزی داریم. خردمندی داریم. شما یه مقدار باید مشکل تو زندگیت باشه. اگه همه چی اوزاد خوب باشه خردت افت میکنه یعنی وقتی آدما دیگه خیلی خوش به حالشونه تصمیمهاشون خردمندانه نیست میگن خوشی زده زیر دلش یعنی میدونم دیگه خیلی چی شور ورش داشته بود جوگیر شده بود شاید این باشه فشارهای بیرونی اینی که شور شرایط فشار باشی ادورسیتی باشی شما رو خردمندتر میکنه ولی اگه فشار خیلی زیاد بشه خراب میشه و بخش زیادیش از فرهنگ ها میاد. یعنی ببین خیلی از جملاتی که ما توی همین محاوره ها جابجا جا میکنیم اینا هست که به خرد دامن میزنه مثلا با دوستان مروت با دشمنان مدارا یک مفهوم خیلی خردمندانه و بعضی فرهنگ این مفاهیم رو خیلی توش دارن و جالبه چیزی که در آورده بود توی یکی از مطالعاتش ایگور گروسمن حالا این میتونه کشورهای دیگر هم باشه اتفاقا بعضی فرهنگ که حالا مثلا تو خود آمریکا اومده این رو بررسی کرد و مناطقی که کمتر صنعتی و مناطقی که فقیرترن و درآمد کمتری دارند چیزی که متوجه شده بود اینه که در واقع وقتی شما به سمت اون ایالت های یه ذره فقیرتر میری قضاوت های مردم خردمندانه تر میشه یعنی اینجوری نیست که رفاه و پیچیدگی شهری آدم ها رو خردمندتر کرده باشه یه جاهایی که یه ذره محرومترن تصمیماشون خردمندانه تره به این خرد قدیمی باور دارن که آقا آدم مثلا اون دستی که بهت کمک میکنه رو هیچ وقت گاز نگیر یا مثلا آدم به دوستش نباید نارو بزنه هیچ وقت نمیدونم توی قضاوت هات نمیدونم یه جوری ایمانت رو حفظ بکن اینا پیام است که خرد رو بررسی کردن و دیدن هست و در واقع وقتی شما نگاه میکنی خرد بیش از اینکه یک عنصر خالص زیستی روانی باشه یک ملغمه از فرهنگ اقتصاد در شرایط خاص اقتصادی مردم خیلی تصمیماشون خردمندانه تر میشه و فکر نکن درآمد بیشتر به خرد بیشتر منجر میشه یه جاهایی وقتی به معذوریت میخورن اون چهارگانه خرد توشون فعال تر میشه یا تجمع تجربیات و موقعیت ها حالا این یه پژوهش جالب دیگه است که اگر شما نگاه کنید تقریبا به انتهای بحثمون رسیدیم اینه که ببینید اینجا خیرد رو اومده با تغییراتش رو با دو رنگ نشون داده رنگ تیره میگه بین افراد یعنی من با همکارم شما با برادرت شما با همکلاسید شما با همسایت ببینید تفاوت میزان تصمیم گیری های خردمندانه در حالت between person بین افراد دامنه نوسانش چقدره؟ تقریبا اینقدر از منهای 25 صدم تا مثبت 25 صدم روی اون مثلا شاخص یک یعنی شما 25 درصد مثبت منفی بین آدما میبینی یعنی دامنه فراخ بودن و تنوع خرد رو داره مطرح میکنه پس بین افراد تفاوت هایی تو تصمیم گیرای خردمندانه شون هست درسته شما یه سری آدم هستن که بیشتر تصمیم های نابخردانه میگیرند کاراشون عجولانه است کاراشون متکی بر یک سری باورهای کلیشه ایه مثلا میگه آخ این چه ازدواجی بود کردی آخ این چه معامله بود کردی تو این چه خونه بود رفتی خریدی اصلا تو فکر نکردی چرا حالا رفتی از این فرد شکایت کردی آدم مثلا این جملات میگن که آدم مثلا هیچ وقت شکایت خانوادگی رو نباید تو کلانتری ببره خب اینا مثلا یک سری کلیشه های خردمندی هست حالا وقتی شما اینو نگاه میکنی ببین تفاوت بین فردی این دامنه رو داره که شما در اسلاید 27 میبینی تفاوت درون فردی این دامنه رو داره ببین خیلی فراختره ببینی یعنی شما در موقعیت x و زمان y در مقایسه با موقعیت x پریم و زمان y پریم تفاوت قضاوت خردمندانه دامنش نوسانش خیلی بیشتر از دو تا آدمیه که تو جامعه هست یعنی شما برای همین گاهی اوقات میگی خودم رو سرزنش میکنم خب من چرا این حرفو زدم چرا من مثلا رفتم تو این قرار داد عجب این کار کردم میگی که آره دیگه پس یه پیام جالب دیگه هم که میتونه براتون داشته باشه خیلی خودتون رو سرزنش نکنید خرد بیشتر موقعیتی و مکانی و زمانی است این نیست که شما از کجا این نابخردی ازت در اومد این داستان خیلی نیازی نداره مثل که دامنه نوسانش دیاده. و برای همین یه چیز دیگه هم هست از یه سری بودسازی و الگوسازی هم باید دوری کنید بعضی افراد شما خیلی ممکنه باور داشته باشه که این ماحال حرفی بزنه که از روی خردمندی نیست ولی اینجا نشون میده که چرا اتفاقا هست یعنی شما حتی ممکنه تعجب کنی که ای بابا اینی که این همه حرفاش خردمندانه بود چرا مثلا این کار رو کرد همون قاضی سولومان وچلر به نظر من نمیشه گفت همه چیش مال اینی که ریاکار بوده یا یه آدم دروغگویی بوده واقعا صادقانه به قوه قضایی مثلا خدمت میکرده ولی در این حال یه جا قضاوتاش مختل میشه که مثلا این خانم اگر تو ارتباطش با منی هست من برم مثلا دخترش رو تحتید کنم براش یه پرونده قضایی درست کنم که مثلا بخوام رابطه رو تغییر جد بدم این کار خیلی کار نابخردانه ولی میشه دیگه این اسلاید 27 شما نگاه کنید این از چند پژوهش به دست اومده و به نظر من جالبه یعنی از یه طرف از افراد خیلی الگو نسازید از یه طرف وقت خودتون است کردید یه کار نابخردانه ازتون سر زده ببینید که آره خب شرایط محیطی پیش میاد و در این حال اگر میخوای خردمندتر بشی خیلی تو ذاتت نیست باید شرایط محیطی بیرون رو خودت رو در جایی بذاری که تصمیمهایی بهتر بگیری شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی و فرهنگ هست که خرد رو دیکته میکنه و خیلی از مشکلاتی که ما داریم میبینیم الان واقعا مشکلهای روانپزشکی افراد نیست این مشکلات زناشویی مشکلات فرزند و والدین استفاده از مواد مخدر آ میگه مثلا روانش چه اشکال داشته روانش هیچ اشکال نداشته دیگه خرد نوسانش زیاده و موقعیتی است تا مپس بعدی خدا نگه.